درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. در این قسمت میخوام مستقیما برم و در رابطه با رسانه های اینترنتی یا دنیای مجازی صحبت بکنم که شما میدونید اکثریت قریب به اتفاق مسائلی که تا به امروز رخ داده در خیابان ها بر پایه دنیای مجازی است و مردم تونستن همدیگر رو پیدا بکنن، به آگاهی های فراوانی دست پیدا کردن، چیزی که در رادیو و یا تلویزیون به این شکلی که بوده و هست به هیچ عنوان بهش دسترسی نداشتن. اما در همین میان هم دیدیم که پراکندگی های فراوانی از طرف خود حتی وزارت اطلاعات آغاز به کار کرده که جامعه رو پراکنده بکنن، شبیه سازی بکنن در رابطه با همون صحبت هایی که براتون انجام دادم. اما این بار میخوام مستقیما برم و در رابطه با یک مسئله صحبت بکنم که جامعه رو به شک انداخته و یا خواسته هایی داره که نادرست هست و نادرست بودنش رو توضیح میدم. بعد از صحبتام به این نتیجه خواهید رسید. میخوام مشخصا در رابطه با آمد نیوز صحبت بکنم، مسئله ای رو که عنوان فرمودند به عنوان اطلاعیه. این گونه نوشتند: همانطور که پیشتر به طور مکرر بیان شده، آمد نیوز تلاش میکند تا در فضای سیاسی و جناحی حاکم بر رسانه‌های خارج و داخل کشور تریبونی برای ارائه دیدگاه تمامی جریانات باشد. خب این حرف تا به امروز نادرست بوده. چرا؟ به دلیل اینکه حتی این هموطنان در آمد نیوز غیر ممکن هست که حرکت‌های جنبش فدایان ایران رو که قوی ترین حرکت سیاسی و برای رسوندن جامعه به کف خیابون‌ها در دو دوره متفاوت انجام شده رو ندیده باشند. این رو صرفا برای خودم نمیگم، بلکه برای هموطنانی میگم که در جنبش فدایان ایران از جان گذشتن. خب این قسمت نادرست بوده، یعنی این دوستان، این هموطنان تا به امروز سانسوری روی جنبش فدایان ایران داشته و دارند. در قسمت بعد اینگونه می نویسند که انتشار مطالب گروه های مختلف سیاسی داخلی و خارجی در این رسانه الزاماً بازتاب دهنده نظرات مدیران آمد نیوز نیست و مطالب صرفاً جهت حمایت از چند صدایی و گردش آزاد اطلاع رسانی منتشر می شود. به دلیل حجم بسیار بالای تماس های مردمی این رسانه ممکن است نظرات ارسالی گروه ها و جریان های سیاسی به راه های ارتباطی اعلام شده در این رسانه بررسی و منتشر نشده باشد. در این صورت افراد و گروه های سیاسی می توانند مطالب خود را به کانال های ارتباطی، یعنی همون سردبیر این رسانه، ارسال بکنند. در پایان این قسمت خب خیلی مهمه، در پایان لازم است اعلام کنیم کمپین رفراندوم توسط برخی فعالان شناخته شده سیاسی داخل کشور راه اندازی شده و انتشار آن در این رسانه بازتاب دهنده دیدگاه آمد نیوز نیست. گفته شده این کمپین تنها برای گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و ارسال نامه مردم به سازمان ملل متحد است و مدیران آمد نیوز در اداره این کمپین هیچ دخالت و نظارتی ندارند. این هم نادرسته. بذارید براتون توضیح بدم چرا. شاید این دوستان، و مطمئن هستم تجربه کافی در رابطه با کاری که دارن انجام میدن نداشته و ندارن. ببینید، در درجه اول هر کسی که میخواد بیاد و یک حرکتی رو آغاز بکنه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، مردم باید پیشینه سیاسی و اجتماعی این افراد رو بدونن، اون چیزی که بهش میگن عقبه اجتماعی. شما در هر جریانی، نه فقط اختصاص نداره، میتونه در هنر باشه، میتونه در ورزش باشه، میتونه در هر حرکتی باشه، افرادی که میان چیزی رو آغاز میکنن نمیتونن برن پشت درها قایم بشن، بیستن، نامشون اعلام نکنن و بعد از شرکت کنندگانی که دارن وارد میشن، این حتی در ورزش هم نیست، اسم و فامیل بخوان. این چگونه است که اول این حرکت رو توضیح میدم که کجاش اشتباه هست و بعد به اشتباه دیگری هم میپردازم. شما نمیتونید پشت
به فرض یک نقابی یا چند نقاب یا فعالین سیاسی درون کشور این گونه که نوشتید که به هیچ این فعالین سیاسی اسم ندارند، نام ندارند، پیشینه و یا عقبه سیاسی و اجتماعی ندارند، این در یک سو. و چگونه است وقتی که هموطنان میرن ازشون میخوان که اسم و فامیلشون هم اینجا بنویسن؟ اون کسانی که برگزار کننده این داستان هستن اسم و فامیل ندارند، جریانات سیاسی ندارند، نگاه و بینش سیاسی ندارند. اینها باید مطرح بشه. این قسمت چیزی به غیر از عوام فریبی نبوده و نیست. وقتی که من در رابطه با روشن شدن مسائل صحبت میکنم دقیقا همین جاست. وقتی که براتون در رابطه با پراکندگی صحبت میکنم دقیقا همین جاست. ما از این مرزها عبور کردیم. حکومت اسلامی دستش برای جامعه ایرانی روشن شده. حال مطمئن هستم که عده‌ای در طول تمام این سالها با حکومت اسلامی همکار و همیار بودند. به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه، آش انقدر شور شده که دیگه به هیچ عنوان نمیشه این حکومت رو نگه داشت. کشورهای غربی از قبیل آمریکا که این حکومت رو وارد ایران کردن با تبلیغات و سازماندهی در روند انتقال قدرت، آمریکایی‌ها هم امروز دیگه این حکومت رو نمیخوان، چون براشون صرف به قول معروف دیگه نداره. وقتی میبینن تمام اجناس داره به چین و روسیه و زد و بندها با کره شمالی داره انجام میشه، خب اونها چون درون دستگاه بوده و هستن راحت‌تر میتونن تجزیه و تحلیل بکنن، اسناد راحت‌تر به دستشون میرسه و میتونن توضیح بدن که چه اتفاقی داره درون نظام میفته، چون این نظام بسته است. از اونجایی بسته است که به فرض نه خمینی در طول تمام سالهایی که زنده بود با خبرنگاری آزاد گفتگو کرد، همونجوری که فرض بگیرید پادشاه ایران انجام میداد، با صدها خبرنگار مینشست صحبت میکرد، نظریاتش رو مطرح میکرد. همچنین خامنه ای هم تا به امروز یک بار در رابطه با این مسئله و مسائلی که مطرح میکنه با یک خبرنگار یا چند خبرنگار آزاد سوالهای آزاد بپرسن، اون چیزی که این وریا بهش میگن چالنجش بکنن، یعنی ازش بخوان که آقا شما این نظریات که میدی اشتباه، این مقدار کشته شدن، این مقدار زندانی ایرانی داریم دیگه، سیاسی نیستند، ما این مقدار زندانی ایرانی داریم. یعنی هر کسی اومد راجع به خواسته هاش صحبت کرد، شما گرفتید یا شلاقش زدید یا اعدامش کردید یا شکنجهش کردید یا مجبور شد کشور رو ترک بکنه. این نظام، نظام مافیایی و نظام بسته است و کسانی که تا به امروز با این نظام بودن دقیقاً میدونن از کجا آمدند و چه کارهایی تا به امروز انجام دادند. مردم عادی خبر نداشتند. مردم عادی هستش که امروز فهمیدن چه اتفاقی افتاده، اون هم روی میتونم بگم انقلاب بزرگی که تلگرام درون کشور انجام داد. مردم با فرستادن آگاهی های یکی پس از دیگری به یکدیگر متوجه شدن که چه کلاه بزرگی سرشون رفته و تمام این تظاهراتی که در سر تا سر کشور انجام شد به خاطر آگاهی های مردمه که از دزدی ها، از اختلاس ها، از جنایت ها، از غارت، از فروش مملکت، از زد و بند ها با کشورهای دیگه انجام شده. پس نتیجه گیری اینجاست. هر شخصی یا شخصیت هایی در جامعه، برون مرز یا درون مرز، اگر مطالبی دارند که فکر میکنند به درد جامعه میخوره، میبایست با اسمشون، با فامیلشون یک بیوگرافی از خودشون بنویسن در درجه اول، مردم بدونن اینها از چه سالی آغاز کردن، چگونه آغاز کردن، کی هستن، چی هستن، و بعد از اون بینش سیاسی خودشون برای آینده ایران رو هم توضیح بدن. خیلی ها میان پشت لوای این که وقتی مردم فهمیدن میگن آقا ما میخوایم خیلی مسالمت آمیز از این موانعی که حکومت اسلامی بر سر راهمون گذاشته عبور بکنیم. این واژه مسالمت آمیز خب خیلی قشنگه، هیچ کس نمیخواد نه خونی ریخته بشه، نه میخواد جنگی بشه، نه میخوایم جنگ داخلی بشه، خیر. اما نکته‌ای که بسیار مهم حائز اهمیت هست، ماهیت حکومت اسلامی، بینش حکومت اسلامی، حضور و وجود حکومت اسلامی، اندیشه حکومت اسلامی بوده و هست. شما با یک دشخیم خونخوار، خوناشام، جنایتکار وحشی طرفید که میبایست به قول معروف این رو از ایران خارجش بکنید. آیا شما تا به امروز با یک دیو ناپاک جنگیدید؟ پس چرا جنگ ها به وجود آمد؟
اگر قرار باشه همه چیز با این واژه مسالمت آمیز به قول معروف ماسمالی بشه، بسیاری از جنگ ها بس برای چی رخ میده؟ به دلیل اینکه مردم متوجه میشن که اینها به قول معروف گیواب نمی کنن، نمیذارن برن. مردم امروز به این نتیجه رسیدن. چگونه است این مردم بیش از 5000 دستگیر شده داشتن در همین یک ماه اخیر که گذشته، بیش از 30 نفر کشته شدن، صدها زخمی بر جای گذاشت. ماهیت حکومت رو باید بشناسیم، نه فقط در این دوران، در جنبش سبز، در سال 67، در سال 60 61، در همون سال 57، جنایتی که اینها آفریدن. اینها با خونریزی آمدند، با گردن کلفتی و شاخشونه کشیدن و به وجود آوردن ترس و وحشت درون جامعه جیب مردم رو زدن، منتها با طناب اسلام، با آویزون کردن خودشون به اسلام و امام زمان، تا به امروز تمام این جنایت رو آفریدن که برای مسلمانان هم مشخص شده که اینها به هیچ عنوان اون چیزی که میگفتن نیستند و میبایست برند. پس بنابراین اینها رو توضیح دادم تا کسانی که درون کشور صدای منو میشنوند و یا برون مرز یا تمام این خبرگزاری ها متوجه بشن، اشتباهات خودشون رو اصلاح بکنند. بازم خدمتتون عرض میکنم توهین نیست به هیچ عنوان، بلکه تحلیلی است، تفسیری است در رابطه با چگونگی انجام کار درست برای یک جامعه دموکراتیک. من باز تاکید میکنم روی این مسئله، جامعه آزاده، هم امروز هم در اپوزیسیون آزاده، هر شخصیتی که دوست داره، هر شخصی که مایل هست با جامعه صحبت بکنه، هر جنبشی که میخواد به راه بندازه، هر حرکتی که میخواد به راه بندازه، بدون اینکه بخواد به کسی دیگه فحش و ناسزا بده، بیاد با مردم صحبت بکنه، دقیقا مثل کاری که من انجام دادم تا به امروز، جنبشی رو به راه بندازه، مردم یا میپذیرند یا نمیپذیرند. اگر ما میگیم میخوایم به یک جامعه دموکرات دست پیدا بکنیم، ولی اگه میخوایم پشت نقاب ها بایستیم و با واژه ها بازی بکنیم، این چیزی به غیر از عوام فریبی نبوده و نیست. که من از آمد نیوز درخواست میکنم، همچنین از سپهر آزادی، شخصیت هایی که پشت این کانال ها هستند بیان با مردم صحبت بکنند، هدفشون چیست، چه کسانی هستند، ماهیتشون چیست، با مردم صحبت بکنه، هیچ مشکلی نداره. ما جامعه ای رو داریم که داره جلوی دشخیمان میسته در خیابان ها پس مشکلی نیست اگه یه عده در خارج از کشور هستند و این کانال ها رو راه انداختن، افرادشون رو بیان معرفی بکنن، مشکلی ندارین. چرا با معرفی خودتون مشکل دارید؟ با جامعه، جامعه باید بشناسه. فرض بگیرید مثلا ما میدونیم VOA وابسته به دولت آمریکاست و بودجهش اصلا مستقیما از دولت آمریکاست و زیر نظر CIA، همچنین رادیو فردا. ما میدونیم BBC به اسم اینکه یک شرکت خصوصی، اما دقیقا زیر نظر دولت و MI6 انگلستانه. ما میدونیم رادیو اسرائیل وابسته مستقیما کشور اسرائیل. اینا رو ما میدونیم. خب اینا دولتی هستن و مستقیما میان توضیح میدن. حالا کاری نداریم حتی بگن ما خصوصی هستیم، اما خیر، پول ها از جای دیگه میاد. این ولی چند رسانه مشخصه. این هموطنان، کسانی که با هر شکلی در خارج از کشور به خصوص این مسئله به راه انداختن، چون درون کشور که به غیر از یک گروه و یا چند دسته نمیتونن این چنین حرکت های بزرگی رو انجام بدن و شرکت های این چنین به راه بندازن یا کانال هایی به این چنین، قاعدتا میبایست در خارج از کشور باشه. مثلا فرض بگیرید ما میدونیم فریدام مسنجر کشش و وابستگی مستقیم داره به سازمان مجاهدین، هیچ اشکالی هم نداره، میگن هستن و کارشون هم دارن انجام میدن. باز دارم خدمتتون عرض میکنم، میبایست بسیاری از مسائل قبل از رسیدن به خیزش های خیابانی برای مردم روشن بشه، مردم بدونند با چه کسانی طرف هستند. و باز تکرار میکنم، همه شاهزاده رضا پهلوی رو میشناسند، همه شمیرانی رو میشناسند. حرکت هایی که من و ما تا به امروز انجام دادیم، چه شکست، چه پیروزی، چه هرچه که هست، جامعه شناختتش باهاش برخورد داشته، میدونه که ما که هستیم، چه میخواهیم برای کشورمون. و همچنین آژانس های خبری، گروه های خبری، کانال های خبری خودشونو به جامعه معرفی بکنند. وقتی که ما از مردم میخواهیم که به خیابون ها بیان یا فراخوان میدیم در فلان شهر، در فلان شهر، در فلان ساعت، خب چگونه است که افراد
حتی در ایجنسی ها، حتی در کانال ها خودشون رو به جامعه معرفی نکردن و نمی کنن. این یکی از اگه تا به امروز ندانسته بوده، ناخواسته بوده، از این ثانیه‌ای که من دارم با تون صحبت میکنم دیگه باید بدونید که همه چی باید رو باشه برای مردم. مردم باید مستقیما بدونن، همه رو بشناسند. باز تکرار میکنم، این روند انتقال به یک نظام دموکراتیک درون کشور هست. جامعه نمیتونه یک دفعه با یک سری افراد یک دفعه از زیر چادر آشنا بشه، بگن بله بله ما بودیم. خیر، چرا؟ به چه دلیل؟ چرا افراد خودشون رو قایم میکنند؟ با مردم رو راست باشن. اگه اصلاح طلبن بیان بگن، اگه کماکان به حکومت اسلامی فکر میکنن بیان بگن، اگر عده‌ایشون درون کشور وابستگی های متفاوت داره به مردم بگن، مشکلی نیست. ببینید در نهایت، باز دارم تکرار میکنم، در نهایت این قدرت به دست مردم هست در آینده که میبایست تعیین بکنن. پس پشت نقاب ها، پشت چادر ها، پشت دیوار ها، پشت درهای بسته نیستیم، خودمون رو به جامعه معرفی بکنیم، بیوگرافی خودمون رو توضیح بدیم، حتی در سطح خبرنگاری، حتی در سطح ژورنالیستی، و اون کارمون رو انجام بدیم. این گونه جامعه خیلی راحت‌تر با این مسئله برخورد میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه من تا به امروز هزاران پیام دریافت کردم که بخوام در رابطه با شماها صحبت بکنم، اما منتظر فرصت بودم تا بتونم زمانش برسه که بتونم توضیح بدم. این توضیحات رو دارم میدم و باز تکرار میکنم بر پایه توهین نیست. سپاسگزاری هم میکنم از هر هموطنی با هر عقیده سیاسی و مذهبی که داره با حکومت و حاکمیت از نوع دید تفکر خودش به قول معروف میجنگه. اما به جایی رسیدیم که همه بایست رو باز بازی کنیم، چیزی نمیبایست پشت درهای بسته باشه. امیدوارم که این صحبت ها بتونه جوابگوی بسیارانی باشه، پاسخهای فراوانی که هموطنان فرستادن. و عزیزانم، پروژه اصلاحات، پروژه ماندن حکومت و گرفتن رفراندوم و عبور مسالمت آمیز از این داستان ها سالهای طولانی است که گذشته. به صورت مشخص جنبش سبز آخرین فرصتی بود برای حرکت مسالمت آمیز. من بارها خدمتتون عرض کردم احمق‌ترین افراد کسانی هستند که یک راه رو 100 بار میرن ولی به دنبال نتیجه متفاوت هستند. پس ما تا زمانی که حکومت اسلامی اونجاست، این قانون اساسی اونجاست، ولایت فقیه اونجاست، به هیچ عنوان نمیتونیم عبور مسالمت آمیز داشته باشیم، چون اینها به هیچ عنوان نه ایرانی هستن نه مسالمت حالیشون میشه. اینها فقط زور و قدرت اجتماعی میبایست در خیابانها باشه تا متوجه بشن دیگه زمانش گذشته. از اون طرف وقتی که این جمعیت تو خیابان بود، خیابانها آمد، تلفن هایی به دفاتر این افراد زده خواهد شد که امکان نگاهبانی از شما دیگر وجود ندارد. یعنی اون زمانی که شما میبینید کاخ سفید چه عملی خودش انجام میده، در اروپا رهبران سیاسی چه حرکتی انجام میدن، وقتی که میلیون ها نفر تو خیابون ها هستن و به خیابون ها، به خانه ها نمیرن، ایستادن و میخوان کشورشون رو پس بگیرن. دیگه سال 2008 نیست یا جنبش سبز نیست که رهبران سیاسی آنچنانم اصلاح طلبم در اون کشور داشته باشه. امروز ما هستیم که تعیین میکنیم این جنبش به چه سمت و سوی میبایست کشیده بشه. من خیلی خوشحال میشم سایر هموطنانی که عقاید و یا نظریات سیاسی دارن بیان و با مردم به قول معروف مستقیما صحبت بکنن، و این رو هم در نظر داشته باشن که اگر میگیم دموکرات، اگر میگیم دموکراسی، در یک نظام دموکرات نمایندگان خودشون رو فقط و شیوه هاشون رو و آنچه که در سر می پرورانند رو با جامعهشون مطرح میکنند، بدون اینکه بخوان فوش و ناسزا به بغلدستی و روبرویی و این ور و اون ور بدن. اگر فکر این چنین فکر نمیکنید مثل خمینی که اصلا مردم رو هیچ میپنداشت، اگر شماها فکر میکنید که مردم میبایست قدرت اصلی رو در دست داشته باشن، پس ترسی از معرفی نباید داشت. خودتون رو معرفی بکنید، خواستتون رو معرفی بکنید. و اشتباه بزرگی که یا جنایت آشکاری که جبهه ملی، سازمان های متفاوت یا نمیدونم سازمان مجاهدین اون زمان، چریک های فدای خلق اون زمان، حزب ملت ایران، حزب نهضت آزادی و غیره و غیره و غیره انجام دادن رو انجام ندیم. چرا؟ به چه شکل؟
من تاریخ رو ورق زدم برای مردم، صفحات تک تک تاریخ رو برای مردم خوندم. اینها تماماً دو چیز میخواستند: یک، شاه باید برود، دو، خمینی باید بیاید. به هیچ عنوان هیچ کدام از این افراد اصلاً به فکر این که اون مطالبی رو که از چند ماه قبلش حکومت اسلامی مطرح کرد، یعنی خمینی مطرح کرد با نام حکومت اسلامی، کریم سنجابی گفت حکومت اسلامی، دکتر محمد مکری گفت حکومت اسلامی، نمیدونم ایکس و ایگره، که حتی در صحبت‌های خود بختیارم بود میگفت اینا حکومت اسلامی میخوان، اصلا برای مردم توضیح داده نشد که حکومت اسلامی یعنی چی و ما چگونه از این داستان عبور میکنیم. هیچی، فقط گفتن ما اینو میخوایم. امروزم دقیقا ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم، اما ادهی نمیگویند، نه خودشونو معرفی میکنند، نه میگن چی میخواند. خب این میتونه درد سر ساز بشه وقتی که جلب به فرض جمعیت میکنن، افرادی رو میبینیم مثلا میان در کانال هاشون نظرات رو گوش میدن، فکر میکنن که اپوزیسیون یعنی همینقدر، بعد میان پرسش دارن، از من شمیرانی میپرسند. خب من برخوردم با سایرین فرق میکنه، نه فوش و ناسزا میدم، نه توهین میکنم، نه همش بر پایه اسناد است. عین همین اطلاعیه آمد نیوز هم براتون خوندم که فکر نکنید من چیز دیگری میگم. اینم برای اولین بار هست که فکر میکنم این چنین در رابطه با اینها صحبت کردم، به دلیل اینکه داریم به مرحله نزدیک میشیم که ناچار از این اتخاذ تصمیم هستم که بخوام در رابطه با این مسئله صحبت بکنم. میتونه جان انسانها رو به خطر بندازه، کماکان انداخته، افرادی اومدن از مردم اسم و فامیل و به فرض آیدیشون رو خواستند که خودشون رو معرفی بکنن. به چه دلیل وقتی شما خودتون رو به مردم معرفی نکردی، اصلا مردم نمیشناسن نامتون رو، خواسته هاتون رو، یه اسم فقط مسالمت آمیز و یه دونه رفراندوم اونجا گذاشتید، رو چه حساب؟ به چه دلیل؟ خب من مجبورم برای حفظ امنیت مردم، کشورم و جامعه‌ای که داره میره در یکی دو روز آینده بیاد تو خیابون، مجبورم در این رابطه صحبت بکنم و توضیح بدم. نه فقط برای حتی زمانی که مردم در خیابان ها هستن، این مطالب برای بعد از سرنگونی حکومت اسلامی هم به درد مردم میخوره، که مردم آشنایی پیدا بکنند. صرفا از این که بیان بگن حکومت اسلامی باید برود حتی مطرح نیست، باید بگید شما چی میخوان، چه جایگزینی دارید در قبالش. این مسئله خیلی مهم هست که درس تاریخی است. سپاسگزارم از تک تکتون. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.